بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما چهارمین جلسه نشست استانداران را به صورت حضوری داشتیم در سال 99. این به جز نشست هایی است که به هر حال در فضای مجازی و ویدئو کنفرانسی هست. دستور جلسه چهار مسئله و موضوع مهم است. یکی موضوع امنیت، دوم بحث انتخابات، سوم موضوع تولید و معیشت، و چهارم موضوع سلامت بود، موضوع کرونا. خب نیاز بود که ما ابتدا تمام صحبت‌ها و نظرات دوستان خودمان را در استان‌ها که به صورت میدانی و حضوری و در پیشتاز مواجهه با مشکلات و مسائل هستن رو بشنویم و بر اساس رصد و تحلیل و تجربیاتی که هست ارائه طریق بشه و تصمیم گیری کنیم. خب الحمدلله گزارشی که در حوزه امنیت داده شد علارغم فشارها و شرایط سخت اقتصادی و مشکلات ناشی از تحریم و مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا که واقعا در حوزه مشاغل و کسب و کار ما نقصان بزرگی ایجاد کرده، الحمدلله فضای امنیتی، فضای قابل قبول و نظارت ها و کنترل ها و مدیریت و پاسخگویی به موقع و مناسب به نیازها و خواسته های مردم در حد و حدودی که واقعا امکان پذیره دارن دوستان ما انجام میدن. تأکید شد بر بحث مرزها و نظارت دقیقتر و حضور فعالتر به ویژه در مرزهای غربی من با توجه به شرایطی که ما در اونجا داریم و استفاده از تمام امکانات برای تقویت مناطق مرزی من در شرق کشور به ویژه و کنترل نحوه و چگونگی هزینه هایی را که دولت داده در این مناطق. بحث امنیت انتخابات هم مطرح شد. الحمدلله تلاش شده ما اطلس امنیت انتخابات داره تعیین میشه، قطعا هر ماه این تغییر خواهد کرد، ولی تا الان ما مشکل خاصی را در این حوزه هم نداریم. در حوزه سیاسی بزرگترین مسئله ما بحث انتخابات بود، امروز مطرح شد. هنوز فضای اجتماعی و سیاسی جامعه و افکار عمومی نسبت به انتخابات حساسیت و بازتاب و انعکاس خاصی رو از خودش نشان نداده. این برای ما در وزارت کشور وقتی مقایسه میکنیم با 4 سال گذشته همین مدت و همین زمان کمی نگران کننده خواهد بود. ما در دور قبل 4 سال در این زمان در نظرسنجی ها افرادی که اظهار کرده بودند در انتخابات شرکت میکنن و از روند انتخابات آگاهی دارن تقریبا 2 برابر آمار و ارقامی است که ما الان داریم. این فضای به هر حال ساکت و سرد در حوزه اجتماعی و سیاسی اقتضایش اینه که باید فعالیت و کار بیشتری صورت بگیره، به ویژه به هر حال از منظر گروه‌های سیاسی، احزاب، رسانه‌ها، تا ما بتوانیم با این مقدمات و یک شیب مناسب و مطلوب انشالله به استقبال یک انتخابات پرشکوه بریم. برای ما لازمه یک انتخابات با مشارکت بالا و پرشکوه، چون موجب واقعا اقتدار و کارآمدی، حمایت و پشتیبانی از دولت خواهد شد. خب مقدمات انتخابات از منظر وزارت کشور آموزشه که دوستان توضیح دادن، آموزش لازم مستمرن داده میشه. انتخاب هیئت‌های اجرایی، هیئت‌های اجرایی به معنای افرادی که باید در سر صندوق‌ها باشن کار کنن. ما بیش از 1.5 میلیون نفر در انتخابات‌ها به وزارت کشور کمک میکنن که برخی از این را ما از
بیرون و از کمک دستگاه اجرایی و مردم استفاده میکنیم. خب اینا تقریبا انتخاب شدن، چاپ تعرفه ها شروع شده، اوورهال کردن دستگاه ها شروع شده، جلسات ستاد در استان ها گذاشته شده و گذاشته میشود. امیدوار هستیم که در حوزه سیاسی با انجام انتخابات ما بتونیم کارها را بهتر و بیشتر و مؤثرتر انشاءالله پیش ببریم. در حوزه اقتصادی که از موضوعات مهم در شرایط کنونی بحث تولید و رفع موانع تولید و کمک به تولید کنندگان هست. گزارش مفصلی را استانداران محترم از ستاد تسهیل و تنظیم بازار از استانها دادن. ما در بحث ذخایرمان، در بحث کالاهای ایام حاضر و ایام رو به عید مشکل خاصی را نداریم. همه چیز انشاءالله تأمین شده و تأمین خواهد شد. و از نظر رفع موانع ستاد تسهیلات واقعا فعالیت بسیار خوبی را شروع کرده. با همکاری وزارت سمت و وزارت کشور در همه استانها ستادهای تسهیل را اندازی شدن، 24 ساعته کار میکنن و همه نهادها و دستگاه های عضو که از قوای مختلف و دستگاه های مختلف هستن کمک بسیار خوبی دارن. روند پیش رو نشان از فعالیت بیشتر واحدهای تولیدی و رفع موانع اونها هست. حالا هرچند برخی از مشکلات و مسائل برمیگرده به بحث تحریم ها مثل تهیه مواد اولیه، کالاهای واسطه ای یا بحث صدور که لازمه انشاءالله در اون زمینه ها هم در حوزه سیاست خارجی اقداماتی صورت بگیره. به هر حال حوزه اقتصادی رو هم فعالیت داریم. یکی از مشکلاتی که دوستان در حوزه اقتصادی داشتن بحث مشاقل خرد هست، به ویژه مشاقل خدماتی بالاخص در شهرهای توریستی و زیارتی مثلا در خراسان رضوی، در استان فارس، در استان اصفهان، در استان قم و جایی که خب یا زیارتی هن اینها یا سیاحتی هن و خدمات زیادی را ما صرف مسافرین، صرف برحال توریست ها و صرف زائرین میشه که الان چون این نوع مسافرت ها کم شده، کسبه اونجا، مشاغل اونجا، رستوران ها، هتل ها واقعا با شرایط سختی مواجه هستن که این مستلزم و کمک بیشتر از طرف دولت است. در حوزه اجتماعی بحث اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی مجدداً مطرح شد. گزارش مفصلی از وضعیت پیشرفت کار در حاشیه نشینی بود، در بحث اعتیاد بود و مسئله جدیدی که امروز اینجا مطرح شد بحث بررسی آسیب‌های اجتماعی و اهمیت اون که ناشی از کرونا هست. ما در این 3 روز 3 جلسه در این زمینه داشتیم، هم جلسه شورای اجتماعی، هم جلسه با اساتید دانشگاه و هم در جلسه امروز. آسیب‌های اجتماعی ناشی از کرونا هم در بُعد روانی و شخصی و فردی هم در بُعد اجتماعی خیلی مهمه. آمار ارقامی که در حوزه‌های مختلف هم هست نشان از افزایش این آسیباست که به استانداران محترم گفته شد چه کار بکنن. قرار شد کارگروه‌هایی هم تشکیل بشه و گزارش‌هایی هم ان شاءالله آماده بشه. علی حال این جلسه‌ای که ما امروز از صبح داشتیم موارد جمع‌بندی میشه. آنچه که در اختیار وزارت کشور است تصمیم گیری بکنه تصمیم میگیریم، آنچه که در اختیار دولت است انشاءالله به دولت خواهیم برد. همه ما به دنبال این هستیم این ایام باقی مونده دولت را تا مرداد ما انشاءالله مردم ما در آرامش، در امنیت، در نشاط سیاسی، نشاط اجتماعی و شرایط مطلوبی باشند. همچنین در جلسه تأکید شد که استانداران محترم برای حفظ وحدت، انسجام و هماهنگی بین همه دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی تلاش خودشون انجام بدن، چه با مجلس نمایندگان محترم، چه قوه قضاییه، چه بخش‌های دیگه، تا ما بتونیم در یک هماهنگی و همدلی و همکاری و همراهی روزافزون واقعا بتونیم به مشکلات مردم پاسخ بدیم. تمام؟ آقا بهره‌مند شدی؟ Hold up.